تشریف بیاری. بیا بابا. نه دیگه حالا اونجوری دیگه نمیخواد جنگولک بازی نمیخواد در بیاد. سلام بردن باز من در حال مده بودم. خب همه چی رو برداشتیم، درون رو برداشتیم، لباسای سرکار، 3-4 تا آپشن برای بالاتنه، 2 تا آپشن برای پایین تنه، یکیش که تنمه، یکیشم این، بعد بقیه هم دیگه لباس ورزشی، لباسی رو لباس راحتی، حوله، 2 جفت کفش هم کافیه و اینکه مسواک هم بردارم و تمام. دوربین رو برداشتیم، لپتاپ، وسایل همین دوربینی که الان دارم باش فیلم میگیرم و یه سری لپتاپ اضافی هم برای سرکار و اینا. خب آقا خدمت شما عرض شود که من الان کلی موارد رو توضیح میدم، ببخشید یه خورده دیر شد. خدمت شما عرض شود که این سری با انرژی تر سری پیش یه ذره دیگه آخرش خسته شده بودم، انرژی افتاده بود. من برم یه آقای منتظره. اکو turn off all the lights. اوکی صورت کاملا رندوم، خودشون میگن رندوم ولی به صورت کاملا رندوم میگن. چرا من همیشه چک میشم اینقدر که اسمم تابلوه میسم حسینی، قشنگ حسینی رو میبینن. بیا یه چک ریز رندومت بکن. حتی نه خودش واقعا رندوم هست، بعضی موقع میگن رندوم، نمیدونم مطمئن نیستم. من منتظرم کیف اون بیاد اونو گیر میدن. کاملا اشتباه رفتم، کل مسیر فرودگاه رو رفتم که بفهمم اشتباه رفتم. این چقدر فرودگاه خوبیه، هیچی نداره، 2 تا مغازه داره. خدا چی بهتر از این خلوت بیرو مرده. آخر با قور نزنم، قورهای من بیشتر جمعه مثبت داره. آقا من میگم قشنگ انگار مینیبوس سوار شدی. شما فقط اینجا بگیم باید چجوری سوار شدی. آقا خدا شاهد، خدا شاهد، من به خانمه گفتم آب بده، به نشایمش گفتم آب بده، بعد برشه من آب جو دادم. تعجب کردم یه جوری من گفتم آب بده من چیره گفتم اوکی، ولی دفعه آب جو. چرا؟ چرا قیافه بندیم؟ مثلا قیافه من نمیخوره آب بخورم دیگه آورده نمیتونم دستش پس بزن. با چه شکرش باقیه پرواز باید که 1 ساعته یه کیت کت و یه دونه چیپس بهتون میدم. نوشیدنی هم بدتا بگم میدم خوبه دیگه. خدا خیر کنه برای بار دوم داشتم این دوربینه رو تو هواپیما این دفعه جا میذاشتم، دفعه سوم دیگه کجا قراره گم بشه خدا میدونه. شما میگن حالا تو هر ویدیو داری این فرودگاه رو نشون میدی، حالا مثلا بخوای توضیح هم بدی که این فرودگاه توی جزیره است و وسط آبه و خدمت شما هر شبت که فرودگاه خیلی کوچیکیه، بین‌المللی نیستش. من رو گفتم ویدیو قبل دیگه، ولی این دفعه فرقش اینه که بگیجم و یه سه کوچیک آوردم که دیگه لازم نباشه چکین کنم. 3 تا سایز بگیج داریم دیگه، اسمال، میدیم، لارج. میدیم و لارج حتما باید چکین بکنید. از این اسمال ها باشه که توی اوورهد سپیس جا بشه لازم نیستش چکین بکنید. بخواهدم این دیگه این دفعه اینجا آوردم که برم تو آفیما راحت باشه چکینش کنه. آدم 2 ساعت طول میکشه. خلاص این هم از این دفعه دیگه نکنید، لازم نیست اینجا وایسم، منتظره که لاگیجم بیاد مستقیم. نگه اینو منتظر لاگیجشون بیاد، اونا میدیومه. ما راحت اینجا خارج میشیم. یکی از دوستان من اومده دنبالم، دستش لم نکنه حتی فکر کنم اومده دنبالم. خب الان شما بیافتی تو یوتیوب من میخوای چیکار کنی؟ حالتون چطور؟ او افتادی نگوشم افتاد رفتی رو. I don't speak Farsi. I speak
نو فارسی، فارسی بلد نیستم. آقا ما رسیدیم تورنتو، خدمت شما عرض شود که دیگه قطعا از اینجا سر در میاریم. همیشه هر ایرانی باید بیاد پلازای ایرانی ها، یعنی شما فکر کن که اصلا جای دیگه ای بریم، بریم یه چیزی بخوریم. اینجا این غذاهای اینجا غذاهای خوبی داره، برای غذاهای دم دستی خوبه، اصلا فنسی و اینا نیستش ولی دم دستی غذاهاش خوبه. خدمت شما عرض شود که اون صرافی چرا اسمش صرافیه؟ فقط نمیشه صرافی چیه ننوشته صرافی هست دیگه. پاپا ارز ترانتو خاکی خلاصه. آقا تهدیگ قرمه سبزی، تهدیگ قیمه، دیگه مزایای تورنتو دیگه، باید غذاهای اینجوری بزنیم. آقا رسیدی درصد خیلی بالایی آقایون، حتی من این رو توی ویدیوهای فشن اینا خیلی دیدم، فشن که یعنی لایف استایل و اینا، پیرن مردونه رو میدن توی لباس زیر. این کار اگر بکنید، البته جوری که لباستون معلوم نشه، تابلو نشه، باعث شده که پیرن مردونتون نیاد بیرون. یه نکته ای که حالا احتمالا خودتون میدونستید، ولی خب من خودم بچه تر بودم نمی کردم، ولی بزرگتر که شدم این کار رو می کردم. یه ذره به قول بهش میگن تاک ایت این، یعنی میدی تو تاک ایت میکنی که لباس چی درست بمونه. واقعا هم راحت تر، واقعا Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work. روز صبح قبل هشتانی باید یک گزارش بنویسم، یعنی گزارش بفرستم، ولی الان مجبورم تو مترو بشم لپتاپ باز کنم. دیدم 8:26 دقیقه است، نمیرسم به موقع. مثلا وقتی که میرم سفر کن نو برسه سر کار اوکی، مثلا کسی چیز نمیگه دیر تر برسی اوکی، یا کلا فلکسیبل. ولی خب اصولا ما 8 شروع میکنیم، ولی خب این مترو دیگه خیلی طول کشته، روز مجبورم از همه قطار کار کنم. من اینجا کاری ندارم، تو هواپیما قطار تو هر حالتی مجبور بشی باید کار کنی. قشنگ یا گزارش چی شد به من ربطی نداره، باید میگن باید خودت فکرشو میکردی، باید خودت برنامه‌ریزیشو میکردی. اونی مثلا بگی آهای من تو قطار بودم، یه خب فکرشو میکردی، مثلا قبلش فکر میگردی خب من تو قطارم جی باید گزارشو میدادم. اینا رو حواستون باشه، اینجا اصلا قبول نمیکنم. خدایش جهتیابیم خوبه، ولی نمیدونم چون اینجا هنوز نتونستم درستو جهت پیدا کنم. آبرم این بر بر اساس اینکه همه دارن میرن این بر، احتمالا این بر آقا میخواستم خدمت شو اینو بگم که یه جایی دیدم میگفت وقتی میخوایی با بقیه ارتباط برقرار کنی، به جای اینکه بهشون پیشنهاد کمک بدی ازشون کمک بخوا. چرا جاله بچه اینجا میبینی؟ سختش بارد زده و واقعا بعضی من خودم نمیدونم چی کار میکنم، یعنی چون من کار تمام وقت دارم و در این حال که کارم دوست دارم، ولی این فرهنگ خیلی عجیب غریبه مثلا الکل فروش و اینا رو دوست ندارم. یعنی واقعا من امشب دوست داشتم که الکل نخورم، ولی خب نمیدونم، آره مثلا میشد نخورم ولی در این حالم نمیشد نخورم و نمیدونم شما بهم بگید نظرتون چی کار باید بکنم. بعضی موقع احساس کنم که اصلا نمیدونم باید چی کار کنم. خب اصلا یوتیوبرهای دیگر رو میبینم، بچه هایی که یوتیوب کار میکنن، خب کاری به غیر یوتیوب ندارن خیلی هاشون، فقط کارشون یوتیوبه، صبح به شب میشینن ویدیو درست میکنن، استریم میکنن، خب خیلی کار باحالیه. ولی من سالهای سال درس خوندم و تلاش کردم، نمیدونم از اون نمیتونم قبول کنم که این صرفا تنها کاری باشه که انجام بدم. قطعا نمیتونه تنها کاری باشه که انجام بدم. اینجا هم قسمت نورسیور که همون جایی که همه ایرانی ها هستن، ما هم داریم میریم خونه دوستمون شام. از اون احساس میکنم باید مغزم رو خاموش کنم، اینقدر قور چرت و پرت نزنم، صرفا زندگی کنم. باز با آدم فقط باید زندگی کنه و لذت ببره. چقدر چرت و پرت گفتم. مخلصیم.
اینا رو نشینه بگیر، بزنید بره جلو، این شروبرایی که من گفتم بزنید بره جلو.